بعد از اعلام رسمی الحاق 4 ولایت یا استان شرقی اوکراین به روسیه و جشن پایکوبی پوتین به این مناسبت در مسکو، حالا صحبت از پیشرفت نظامی اوکراینی ها است. این پیشرفت را روس ها هم تایید کرده اند. اینجا روستای شاندری هولوف در منطقه دونتسک است که اخیراً توسط نیروهای اوکراینی باز پس گرفته شده است. مردم این روستا برای بازسازی زندگی خود تلاش میکنند. شاندری هولوف در 26 سپتامبر توسط نیروهای اوکراینی باز پس گرفته شد، اما ساکنان آن همچنان بدون برق و آب به زندگی خود ادامه میدهند. نظر سلیشنکو 10 ساله یکی از اهالی شاندری هولوف است. خانه او در این جنگ ها خراب شده است. یوری گریشکا هم از همسایگانش میگوید. دوژینا جوا، دونیکی اش кажу перебила ногу градом праву. Отут. Отак. А ця нога сломана, рука сломана і обгоревша. لودمیلای 71 ساله احساس تنهایی میکند. Воно ж тут связи немає, в мене телефон старенький, я курятом село. Ну ми сиділи там у галереї, все, опять началось, ми в погріб пішли. Вот. А вже ж виходимо тоді розбито. اما طی این مدت دیمیتری پاسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، از الحاق ولایت اوکراین به روسیه میگوید. اروپا و غرب با ابراز خوشی از آخرین پیشرفت های اوکراین برای این کشور پیشبینی موفقیت میکنند و از داخل شدن آن به ناتو نوید میدهند. جوزپ بورل، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی، وعده سیاست روشن میدهد. Ahora sí tendremos una política clara con respecto a Ucrania que está dominada por la voluntad y el deseo de que Ucrania sea miembro de la Unión Europea. Una política con un objetivo claro que sea posible porque ya no tendremos esta dependencia de Rusia. اگر فرض کنیم که هدف روسیه از این جنگ راهیابی به کریمه بوده است، میتوان گفت جنگ در حال پایان یافتن است.